مرزهای بسته، راه‌های طولانی و کودکانی که با شرایط بد آب و هوایی، بهداشت نامناسب، بی‌سرپناهی و هزاران مشکل دیگه دست و پنجه نرم می‌کنند. اینها کودکان پناهنده سوری هستند که در پنجمین سال انقلاب سوریه همچنان دردهای زیادی رو به دوش می‌کشند. به گزارش سازمان حقوق بشری کودکان را نجات دهید، نزدیک به 250 هزار کودک سوری تحت محاصره هستند که خیلی از اونها مجبور به خوردن حیوانات یا برگ درختان هستند. این فاجعه پیش رو تنها با سه چیز قابل تحمله: قلب‌های پر امید، اراده‌های بی‌شکست مردم مقاوم و ارتش آزادی و حمایت‌های بین‌المللی و وجدان‌های بیداری که از سراسر جهان تلاش می‌کنند حتی شده کمی از این درد و رنج رو کاهش بدن. در حال حاضر روزانه پناهنده‌های بسیاری به سواحل اروپا میان. مؤسساتی هستن که تلاش میکنن با اونها همکاری کنن و بهشون کمک کنن. با این حال تعدادی از اونها مجبور میشن در فضای باز و بدون سرپناه باقی بمونن. آیا راه حلی وجود داره؟ دانشجوهای دانشگاه هنر لندن معتقدن که یک راه حل موقت پیدا کردن. اونها یک کاپشن طراحی کردن که در عین حال شاید بشه گفت که یک سرپناه قابل پوشیدنه و وقتی اون رو روی یک سطح صاف فهم می‌کنن، طرح الهام گرفته از هنر اوریگامی این امکان رو میده که به یک کیسه خواب تبدیل بشه. این کاپشن همچنین به چادری تبدیل میشه که میتونه یک فرد بزرگسال و دو کودک رو در خودش جا بده. من اولش به طور خلاصه به دانش آموزا گفتم که فکر کنن چطور میشه یک کاپشن رو به نوعی سرپناه تبدیل کرد. اون هم برای مدتی که خیلی از پناهنده ها میگذرونن تا به یک مکان ثابت و امن یا محل های امداد رسانی برسن که حتی ممکنه یک سال طول بکشه. بنابراین دنبال این بودم که مطمئن بشم که جنس مواد اولیه‌اش با دوام و قیمتش مناسبه تا بتونیم سریع و راحت این کاپشن رو درست کنیم و اونها رو در آژانس‌های مختلف پخش و توزیع کنیم. اولین چیزی که بهش فکر می‌کردیم این بود که چطور میشه آدم همه خونش رو همراه خودش داشته باشه یا خونش رو بپوشه و همچنین اجناس و وسایلش رو. سرپناه قابل پوشیدن از پارچه‌ای به نام تایبگ درست شده. پارچه‌ای که با دوام و ارزونه و در مقابل پارگی هم مقاومه. همچنین جیب‌هایی ضد آب داره که میشه در اونها وسایل شخصی، موبایل، اسناد و مدارک، پاسپورت و چیزهای دیگه گذاشت. همچنین جنس لایه‌ای داخلی کاپشن از پارچه‌ای به نام مایلاست که با بدن فرد در تماسه. The project is a garment. این پروژه مربوط به کاپشنه که قراره به چادر تبدیل بشه. پناهنده ها بین 3 تا 5 هفته در سفر هستن و ما داریم برای این دوره طراحی میکنیم. قرار بود اولش این کار فقط پروژه یک هفته‌ای باشه، اما اینطور نشد و هنوز هم ادامه داره. انجمن طراحی داره متوجه میشه که استعدادها میتونن برای تغییر چنین شرایطی مورد استفاده قرار بگیرن. من فکر میکنم که دانشجوها وقتی که با کارشون نشون بدن چطوری طراحی میتونه زندگی مردم رو در چنین شرایط حیرت انگیزی تغییر بده، پیشرفت میکنن و جلو میان. این خیلی کار مثبتیه. این دانشجو انگیزشون رو از این میگیرن که هنر و استعداد و تواناییشون رو برای کمک به هم نوعشون به کار بگیرن. اونها میخوان نشون بدن که درد مردم سوریه و سایر پناهندگان بی سرپناه رو درک میکنن و میخوان هر کاری از دستشون برمیاد رو انجام بدن. طراحی فقط برای چیزهای ویژه و گرون قیمت نیست، بلکه در اون یک روح اجتماعی هم وجود داره و اینجا هدف اینه که واقعا این رو به مخاطبان دنیا اثبات کنیم که طراحی باید یک تعهد اجتماعی بالاتر هم در برابر چنین مشکلاتی نشون بده.
هیچ کس به اندازه خود این دانشجوها که طراح این ایده بودن شور و شوق ارائه محصولشون رو نداره. اونها هنوز هم دارن روی این کاپشن ها کار میکنن تا بتونن برای زمستون مناسب و آمادهشون کنن. این دانشجوها یک کارزار اینترنتی هم به راه انداختن تا از سراسر دنیا برای پروژهشون کمک بگیرن. دوست دارم که این محصول تولید بشه و به دست مردم برسه و اونا رو تامین کنه، چون هیچ نیازی به منتظر موندن نیست و ما فقط باید این کار رو انجام بدیم. این دانشجوها امیدوارن تا تابستون محصولشون رو آماده استفاده کنن تا بتونن به اونها که هیچ چیز ندارن سرپناه کوچکی هدیه کنن. از انگلستان به آمریکا میریم و با جوونی آشنا میشیم که یک کار ابتکاری جدید در حمایت از پناهنده ها انجام داده. اون در برابر دید منفی نسبت به پناهندگان و افکار نژادپرستانه میخواد به افراد جامعه انسانیت و وجدانشون رو یادآوری کنه. You're not a drug lord or rapist. So awesome. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. Why are you doing this? A lot of times society labels us as this, you know? And you're a human being. I'm just very, very happy that people like you can see through this label right here. This is not us. You're right. Thank you. Thank you. We're all productive members of society, and that's how it should be everywhere. I do not see you as a drug lord, rapist, or criminal. Okay, where was the fuck? Gracias. Nice to meet you. Thank you. I'm with you. Hi. Hi. It's nice to meet you. Thank you for doing this, man. Appreciate it. Thank you so much. I'm glad. Thank you so much. That affected me more than I think.